سخنران جلسه نبودم، اما میخواستم بعضی از اصول قانون اساسی رو تو کف خیابونه که کوتاهی کردم امروز به وظیفه‌ام عمل کنم. اصل 26 قانون اساسی این اختیار به ما داده که تشکل صنفی داشته باشیم در چارچوب قانون، و اصل 27 قانون اساسی تجمعات را به دو شرط جایز دونسته و من مجاز به اینجا اومدن هستم: یک، مخل به مبانی اسلام نباشه، دو، اسلحه و نمیدونم اینا توش نباشه. ما مسلح نیستیم، سلاح من قلممه، قلمی که شماها را باهاش باسواد کردیم امروز اومدیم جایگاهی برای خودتون دست پا کردیم، سلاح ما قلممونه. اما این یادآور میشم، هر که با اهل قلم در افتاد ور افتاد، افتاد ور افتاد. قانون اساسی را من یادآور می شوم، به مصداق این پیمان نامه بین ملت و دولت، اصل 3 قانون اساسی میگه که آموزش برای همه افراد جامعه رایگانه تا پایان متوسطه و در صورت خودکفایی دولت تا پایان تحصیلات تکمیلی. تا الان بالغ بر 20 نمونه مدرسه ما تو ایران داریم. این دقیقاً یعنی زیر پا گذاشتن قانون اساسی که میثاق بین ملت و دولته. و نکته آخر، این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که معلم اینجا باشه، و معلم جاش تو زندان نیست، معلم در کلاس درسه. ما بدون هیچ قید و شرطی خواهان آزادی معلمان زندانی هستیم، خصوصاً معلمانی که تو روز 11 اردیبهشت دستگیر شدند، از بوشهر، از ملیوان، از تهران، از مشهد. اسماعیل عبدی شرایط بسیار بدی داره، اعتصاب قضا کرده. اینها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، و معلم جاش تو زندان نیست. معلم زندانی آزاد باید گردن، معلم زندانی آزاد باید گردن.